ملت‌های آسیا که از سال 1956 کلید خورده بود، واسه ایرانی‌ها تازه از دوره چهارم شروع شد. ایران دوره قبلی رو به خاطر میزبانی رژیم صهیونیستی تحریم کرده بود و حالا تصمیم داشت آقاییش رو توی آسیا نشون بده. پس توی سال 1968 میزبان جام ملت‌های آسیا شد و ورزشگاه امجدیه هم به عنوان محل برگزاری این مسابقات انتخاب شد. این مسابقات به مدت 9 روز و از 20 اردیبهشت سال 1347 شروع شد. توی این دوره یه تیم به 4 تیم تورنمنت اضافه شده بود و حالا قرار بود 5 تیم با هم به رقابت بپردازن. هنگ کنگ، چین، برمه که برای اولین بار حضور داشت و رژیم صهیونیستی به عنوان قهرمان دوره قبل به این مسابقات اومده بود. ایران برای حضور توی این مسابقات در مرحله مقدماتی باید با کویت و افغانستان بازی می‌کرد که با کنار کشیدن این تیم‌ها بدون هیچ مسابقه‌ای به عنوان میزبان وارد این مسابقات شد. بازی افتتاحیه بین ایران و هنگ کنگ در ورزشگاه امجدیه برگزار شد و این اولین حضور جدی ایران توی یه تورنمنت بین‌المللی بزرگ. سرمربیگری تیم ملی اون زمان ایران و محمود بیاتی بر عهده داشت و کاپیتان تیم هم حسن حبیبی بود. ایران اولین بازیشو 2-0 برنده شد که گل‌های اون بازی رو همایون بهزادی و علی جباری به ثمر رسوندن. در واقع همایون بهزادی توی دقیقه 70 اولین گل تاریخمون توی جام ملت‌های آسیا به ثمر رسوند. بازی دوم ایران با تیم چین بود که ایران توی یه نتیجه دلچسب 4-0 چین رو در هم کوبید تا نشون بده قرار سروری فوتبال ایران توی آسیا شروع بشه. همایون بهزادی، حسین کلامی، اکبر افتخاری و غلام حسین فرزانی گل‌های ایران رو توی اون بازی زدن. حالا رسیده بودیم به بازی سوم با قوی‌ترین تیم اون زمان آسیا که برمه بود. برمه توی دهه 60 میلادی تیم قوی و جونداری بود که 2 سال قبلش توی بازی‌های آسیایی قهرمان شد. اسم امروزی برمه میانماره که دیگه از قدرت فوتبال اون دورانش خیلی فاصله گرفته. چیزی از سوت شروع بازی نگذشته بود که درست توی دقیقه 2 بازی همایون بهزادی دروازه برمه رو باز کرد. آتیش بازی حسابی شعله کشید و 5 دقیقه بعد برمه بازی رو به تساوی کشوند. اما نیمه دوم نیمه ایران بود. اکبر افتخاری و همایون بهزادی 2 تا گل دیگه زدن تا با نتیجه 3-1 برمه رو از موفقیت توی این جام ناامید کنن. حالا دیگه با 3 برد خیال هوادارا از قهرمانی ایران راحت شده. اما بازی آخر و امان از این بازی. ایران توی این بازی که با قهرمان دوره قبل برگزار می‌شد فقط به یه مساوی نیاز داشت تا توی اولین حضور و میزبانیش قهرمان آسیا بشه. 29 اردیبهشت ورزشگاه امجدیه جای سوزن انداختن نداشت. اون روز اولین آشنایی جدی خیلی از ایرانی‌ها با فوتبال بود و بخش زیادی از مردم ایران تازه داشتن اسم این بازی جدید رو می‌شنیدن. ورزشگاه در حال انفجار بود و ایران مدام حمله می‌کرد تا اینکه ناگهان توی دقیقه 56 ایران گل خورد. یه سکوت محض همه ورزشگاهو فرا گرفت. ولی ایران اومده بود که آقاییشو توی فوتبال رقم بزنه. توی دقیقه 75 بود که همایون بهزادی هم آقای گلی خودشو مسجل کرد و هم کل ورزشگاهو به جنون کشید. بعد از اون 4 دقیقه مونده به پایان بازی پرویز قلیچخانی دوست داشتنی گل برتری رو زد تا سیمرغ فوتبال ایران برای اولین بار آسمون آسیا رو تصرف کنه. با این قهرمانی دلچسب و شیرین شروع داستان 1001 شب ایران و جام ملت‌های آسیا رقم خورد.